بسم الله الرحمن الرحیم ادویه زد انطانات یا میکرو ارگانیسم ادویه زد انطانات چه قسم دواس و با چند بخش تقسیم میشه به خاطر چی استفاده میشه از عنوانش معلوم میشه که ادویه زد انتانات. یعنی ادویه زد میکروبی عمومیت ادویه زد انتانات ادوی زد انتانات عبارت از دواهایی است که در تداوی انتانات توصیه میشه هر میکروبی که در وزیت داخل میشه دوایی که استفاده میشه او ما میگیم ادوی زد انتانات پس ادوی زد انطانات عبارت از دوای که در تداوی انتانات توصیه میشه و طوری که سبب حلاکت حالت اول متوجه باشه طوری که سبب حلاکت و یا توقف نموی مایکرو ارگانیزم می شود ولی بالای وضویت تاثیرات سمی ندارد و انتخاب دواها معلومات مکمل فارماکولوژی را کار داره و معلومات مکمل میکروبیولوژی که ما از یک میکروب خوب شناخت داشته باشیم و فارماکولوژی را خوب بفهمیم بعد از یک انتخابی دوا را بسیار خوب انتخاب کرده می کدام دوا در کدام ساعت خوب تاثیر میکنه کدام دوا با کدام میکروارگانیسم تاثیر میکنه <applause> پس عمومیات ادویزه ضد آنات است که ادویزه زد آنات عبارت از است که به خاطر تداوی انتانات توصیه میشه به خاطر تداوی میکروبا اگر یک دوا یک یک میکروب داخل وجود شه و یک دوا با جز داشته باشیم که این دواها به نام ادویزه ضد آنات یاد میشه پس در تداوی انطانات توصیه میشه دو عادت ایجاد میکنه دوهایی که ضد ادوی ضد انطانات یا سبب هلاکت میشه یعنی سبب از بین بردن مایکرو ارگانیسم یا میشه یا اجازه نمیده که نمو کنه اگر مثال تعداد خود از زیاد کنه یک میکروب اجازه برش نمیده که سبب توقف نمو شود دو دانه شود. دو دانه را اجازه که چهار دانه شود. چهار دانه را اجازه نمیده که 8 دانه و با میشه که هشت دانه دو شانزه شانزه سی یعنی <تصفت> yani خاصیت میکروبا به این شکل ما میگیم که چند میشه میکروبا پس ادوی زد انتانات عبارت از است که در تدوی انتانات توسیه میشه میکروبا دو میکانیزم داره یا به دو حالتی تطبیق میشه یا دو نوع تقسیم میشه که بعدا در تقسیمات میخوانیم که عدوی که سبب حلاکت میشه و عدوی که سبب توقف نموی میکرو ارگانیز ها یا انتانات میشود ولید ولی, د... ولی دواها بالای وضویت تاثیری چی نداشته باشد تاثیرات سمی نداشته باشد انتخابی دواها که در کدام سال کدام انتیبیوتیک یا کدام دوای زده میکروب استفاده شود. این دو نوع معلومات بسیار مفصل کار داره یکی معلومات درباره خود فارماکولوژی یا دوا دوم معلومات درباره مایکروبیولوژی مایکروبیولوژی یا علم میکروب شناسی از میکروبا باید معلومات دقیق داشته باشیم و بالاخره فارماکولوژی دقیق میکانیزم دوا مقدار دوا طریقه تطبیق دوا را با دقیق بفهمیم تا تداوی ما اگر یک یک, یک میکروب تداوی میکنیم تداوی ما خوب جواب بده ادوی زده انتانات و مومیات ادوی زده انتانات است که خود ادوی زدی انتانات ادوی است که به خاطر تداوی انتانات استفاده میشه به خاطر تدوی ات یک میکروب است به خاطر او باید این میکروب تدوی شود یا از بین برده شود ولی دوایی که استفاده میشه دو مکانیزم ایجاد میکنه یا سبب هلاکت میشه این میکروب هم از بین میبره یا میکشی ساده اگر بگوییم و یا هم سبب توقف نمو میشه اگر ده دانه باشه اجازه نمیده که 20 دانه شود این خاصیت ضرب شدن میکروب ها داره که یک میکروب دو دانه میشه دو دانه چهار دانه چهار دانه هشت دانه هش دانه 16 میکروب و بالاخره ۳۲و میکروب بالاخره 64 ۴ به همی شکل یسونسده ادامه دارد پس هد وی ضد یا سبب هلاکتش میشه یا اجازه نمیده که هم یک میکروب تبدیل شوه به دو میکروب دو میکروب تبدیل شوه به چهار میکروب چهار میکروب تبدیل شوه به هشت میکروب و بالاخره به با ش میکروب سی و دو میکروب و بالاخره ش۴ میکروب ایدومیک یا سبب هلاکت میشه یا سبب توقف میشه ولی بالای خود وضعیت کدام تاثیر نداشته باشد انتخاب این دوا را بازم تکرار میکنم که دو نوع معلومات بسیار دقیق کار داره یکی معلومات خود فارماکولوژی یا علم دوا و دوم معلومات درباره باره میکروبیولوژی میکرو بیولوژی میکرو اگر از این دو بخش معلومات ما کافی داشته باشیم انتخاب ما در ادویه بسیار خوب خود بود در در هر ساحه مثلا اگر و به گوش متوسط یا التحاب گوش متوسط باشد یا التهاب چشم باشه ما نوی آنتی هایی که برایش انتخاب میکنیم یا دوای ضد میکروب آه، آه، که یک قسمت میکروبیش داشته باشه انتخاب ما با در اونجا وابسته به چی است معلومات مفصل فارماکولوژی و معلومات مفصل بیولوژی است ادوی زده انتانات آغاز این ما از ادوی زده انتانات است تصنیف ادویه زد انتانات با کدام شکلی دواها تصنیف بندی میشه با صورت عموم به دو بخش تقسیم شده است بیشتر هم گفتیم یا سبب هلاکت میشه یا هم سبب توقف نمو میشه گروپ اول که به نام ادویه باکتریوسیدل یاد میشه باکتریوسیدل یاد میشه سبب هلاکت میکروب میشه یعنی اگر پنسلین از نوی دواهای ضد انتانی که خاصیت چی داره باکتریوسیدل داره یعنی سبب هلاکت میکروب میشه یعنی این خاصیت نداره که نموی میکروب توقف کنه پس بلکه خاصیت چی دارد؟ خاصیت هلاک دارد پس گروپ اولی که به نام ادوی باکتریوسیدیل یاد میشه سبب هلاکت میکروب میشه مانند پنسلین پس تصنیف ادوی ضد انتانات به صورت عموم میگیم که به دو بخش سبب هلاکت باید شود یا هم سبب توقف نموی میکروب شود گروپ اول ما که ادویه که سبب حلاکت میشه بنام نام باکتری و یاد میشه مثلا پینسلین خاصیتی چی را داره حلاکت کننده یعنی میکروب از بین میبره به این شکل نیست که سبب توقف نمو شود پینسلین مربوط به با باکتری است و, و خاصیت باکتری ادوی باکتری اوسیدیل این مانه که سبب حلاکت میکروب شود گروپی دوم که بنام نام ادوی باکتری اوستاتیک یاد میشه این این ادویه سبب توقف نمو میشود و هر زمانی که باکتری باکتری استاتیک ادوی که سبب توقف نموی میکروب شود میکروب اجازه نمیتا اگر چار دانه باشد اش دانه شود اش دانه شانزه دانه یعنی سبب توقف نموی مایکرو یا انطانات یا میکروب میشه امی دوایی که سبب توقف نمو میشه ما میگی میره باکتری و ستاتیک ادویه سبب توقف نمو میشود ولی زمینه را مساعد میکنه که این ادویه که این در اینجا باز فکر میکنم در سایب اجتماع آمده از انتشار پروسی انتانی جلوگیری میکنه یعنی اجازه نمیده که او میکروب انتشار کنه چون تکسر میکروب ما بلاک کردیم بستیش کردیم امی دوا به نام بکتری استاتیک که به با نام بکتری استاتیک یاد میشه و زمینه رو برای سیستم های مافیتی مساعد میکنه تا سیستم مافیتی وجود در مقابل وی میکروب مقاومت کنه مثال بسیار خوبی شای به این معنی که یک نفر دو نفر اگر باشه یک نفر با یک ساختمان ناریه مثلا با چاقو با, 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 ترزید چاقو یا ضربه چاقو مکملی را از بین ببریم نفر اولی ما کدام خاصیت شدی؟ ای باکتری و سیریل شد ای مکمل از بین رفت و دلته د باکټریو سټاتیک نفر دومی مره د سټوپاشه بس هم کوو نفر دومی مې ویم کی رااله تو درمقابلش قوی سی وای ضعیف اس چون د سیرمو باسته کړیم ګروپي دواوي کې خاصيت باکټریو سټاتیک درات بهې مونږه کې د سړي انسانه باسته کوی و وګوي کې در مقابل یک نفر مقاومت گفت طبعا این مقامت دیگه نمیشه پس تصنیف ادوی ضد انطانات به صورت اون به دو بخش است که نو اول باکتریو سیریل نو دوم باکتریو ستاتیک باکتریو سیریل که سبب علاقات میکروب شود مثلا پنسلین و باکتریو ستاتیک که سبب توقف نموی انتانات شود که باکتریوستاتیک از انتشار پروسی انتانی جلوگیری میکنه و زمینه را برای میک... و زمینه برای مکانیزم های دفاعی عضویت مساعد میکنه پس تصنیف ادویا باکتریو سیریل باکتریو استاتیک که سبب هلاکت از بین برف... از بین بردن میکروب میشه و باکتریو استاتیک که سبب توقف میکروب میشه و امی که سبب توقف, توقف... نموی میکروب میشه از جلوگیری میکنه از انتشار پروسی انتانی و زمینه را مساعد میکنه با خاطر سیستم های دفاعی وزیاد تا در مقابل انتانات مقاومت کنه تطبیق ادوی ازدی میکروبی به صورت اشتراکی یا مشترک استعمال چندین انتیبیوتیک در یک مرض از سبب عدم تشخیص یا مرض میباشد که استعمال کرکورانه چندین انتیبیوتیک که کار غیر معقول است تطبیق ادویه ضد میکروبی به صورت اشتراکی ما اگر قانونی که بخاطر خاطر تطبیق ادویه قانون WHO یا سازمان صحت دنیا است شما اگر ببینید و میگه با یک آنتی بیوتیک دو آنتی یک دو که بیخی زیاد شود آنتی بیوتیک غیر از قانون اصلا یک و دو است سیومی هم و در مسترحد آخری سیومی میگه یعنی ما نمیتونیم که بدون تشخیص یک مرض چندین آنتی بیوتیک بدیم اگر این کار را میکنیم یک کار کورکورانه یا کاری است که خاصیت تفنگای شرعی که ساشما میخوره فیر و یک, یک ساشمان یک ساشما شاید با مو هدف تصادم کنه پس به این مانا که اشتراک چندین آنتی بیوتیک بدون تشخیص یک مرضی یک کار غیر معقول است کاری است که علمی نیست کاری است که از از عدم دانستن از از عدم که ما نتانستیم یک مرض را تشخیص کنیم پس چندین انتیبیوتیک برش میتیم و با این با ای عقیده که خدا می رواند یک, یک, انتیبیوتیک سرش تاثیر خواهد کرد پس استعمال چندین آنتیبیوتیک در یک مرض بدون تشخیص از سبب عدم تشخیصیان آن مرض می باشد که که استعمال کورکورانه چندین انتیبیوتیک یک کار غیر معقول است یعنی ما اگر یک مراد تشخیص کردن نتانیم که این مرض چی است و چندین انتیبیوتیک بته می کار غیر معقول است یا غیر مسلکی است اما بعضی وقتی از از استعمال چندین آنتیبیوتیک بعضی وقت ضرورت است بعضی وقت ضرورت است مثلا اما بعضی وقت به صورت اشتراکی چندین دوا استفاده می شود مانند حالات زل در پروتونایت پرتوان پرده که یا مو که اشای داخلی بدن پوش میکنه اگر این التهابی شوه التهاب پریتوان در التهاب پریتوان چون با تمام ساعت بطن انشار میکنه اگر چندین آنتی اینجا استفاده هم شوه از پروسی انتانی جلوگیری میکنه و مریض زیاد به طرف مشکلات نمیره و اگر پروتونای طولانی شو ما مجبور هستیم به شکل اوپن بوکس یا کتاب باز شه شق کنیم و تمام بدن خود بدن مریض بشویم یا لواش کنیم با نارمل سیدین تا که اینجا انتشار کرده از او جلوگیری شود یک پروسی انتانی اما در غیر از این اگر چندین آنتی بیوتیک استفاده میشه این کار غیر معقول است که بدون تشخیص چندین دوا بتی اما بعضی از حالات از در طب که مثلا مزاد استدباب بعضی وقت کلیمی نسبی است اگر یک طفل با هیچ آنتی بیوتیک جواب نده تتراسیکلین در اطفال مزاد استدباب است به این معنا که حق نداریم به یک طفل تتراسیکلین بدیم چون دندانایش زرد میکنه ولی زمانی که موضوع از حیات طفل باشد باز دن، زرد شدن دندان در مقابل حیات طفل یک موضوع جزئی جزی است پس مزاد استدباب در اینجا چی شد یک کلمه نسبی را میگیره در بعضی از حالات ها ما میتونیم چندین آنتی بیوتیک استفاده کنیم ولی در غیر او استعمال چندین آنتی بدون تشخیص مرض یک کار غیر معقول است مثلا در پریتونایت توبرکولوز تا نوز تشخیص نباشه و وضعیت مریض بسیار خراب باشه چندین انتیبیوتیک هم میتانیم استفاده کنیم به منظور آغاز تداوی فوری در انتانات شدید به این مانا که یک مریض یک واقعی آجل است تداوی آجل ضرورت است چندین انتیبیوتیک میتیم تا تشخیص ایمرز در واقعات به منظور آغاز تداوی فوری که دفتا ضرورت باشه که تداوی شود در انتاناتی بسیار شدید در توبرکولوز که مریض تانوس تشخیص نشه میتونیم چندین انتیبیوتیک برش بتیم ولی در پروتونایت هم میتونیم که چندین انتیبیوتیک بدیم در غیر او تطبیق چندین دوا مشترک چندین انتیبیوتیک یا چندین دوای زده انتانات یک کار غیر معقول است بدون تشخیص هیچ حق نداریم که به یک مریض چندین دوا بتیم گفتم که اگر قانون تطبیق دواهای سازمان صحی دنیا د... یا WHO را شما ببینه و میگه نهایتا یک مریض یک مرض باید با یک آنتی بیوتیک تداوی شود نهایتا با دو و بل آخر... آخرین سرحدی که وامیره میره تاسی آنتی بیوتیک به این نیست که چندین آنتی بیوتیک برش بدون تشخیص هر کدامش کار کرد در کناری که فایده دارد آنتی بیوتیک ها نقش نسخ... خود هم دارد عوارض جانبی خود هم دارد خطر هم دارد پس تطبیق کورکورانی دوا مخصوصا دواهای زدی انتانی ای یک کار غیر معقول است در بعضی آلات ها ضرورت میشه که چندین انتیبیوتیک تطبیق کنیم مثلا چند آلات چه که ما اینجا نگشته کنیم پریتونایت است توبرکلوز است به منظور آغاز تداوی فوری در انتانات شدید در غیر از او اگر چندین انتیبیوتیک استفاده میشه یه کاری است که کاری که یک انسان یک کار نفهمه و کار را انجام بده پس اول باید دقیقا تشخیص شو و بعد از تشخیص هر انتیبیوتیکی که پیشتر هم گفتیم که نظر به معلومات یک, یک شخصی که مسلکی از داری مسلک و نظر به معلومات فارماکولوژیش و نظر به معلومات مایکرو بیولوژی ای دوا را انتخاب میکنه کدام دوا تطبیق شد در غیر او تطبیق چندین انتیبیوتیک جواز ندارد مقامت میکروبی ای گپ ده ده از نظر مردم بسیار شاید عادی باشه ولی بسیار مهم است مقاومت میکروبی مقاومت میکروبی ارزش خاص خود را دارد و این مقاومت زمان ایجاد می شود که یک دوای ضد میکروبی سبب علاقت و توقف نموی مایکرو نشود. نشاد یک نفر آنتی بیوتیک میتیم سر میکروبش تاثیر نمیکنه پس او میکروب در مقابل دوا چی است مقاوم است مقاومت دارد مقاومت میکروبی که معمولا از استعمال استعمال نادرست آنتی بیوتیک ها این حالت ایجاد میشه به یک نفر مثال آنتی بیوتیک ما میتیم یک گلوندردی ساده مثال فکر کنید داره ایزترو مایسین یا صفر به خاطر به خاطر گوش ایزوترومایسین یک ضربی سه مثال یا یک ضرب یک سه تابلیتی که در بازار بسیار کمپانی ترکی بسیار قیمت هم است و بسیار خوب نتیجه هم سه تابلیت است در 24 ساعت یک تابلیت گرفته میشه و امی گلوندردی را بسیار در انتانات گلو بسیار خوب جواب میده ولی مریض که یک, یک تابلیت که شست افغانی از سی دانش تقریبا یک تداشتاد دا افغانی میشه ای را میگیره دو روز میخوره یا یک روز یک تابلیت شم میخوره که شست افغانی را گرفتیم چرا خوب نشتم یا دو روز میخوره یا سی روز یا به یک نفر در روزی دواره میتیم که در روزی را استفاده کن دو روز میخوره که کم زره خوب شد گلون دردیش دواره دیگه قد میکنه در حالی که هر دوا اما اندازه خود داره باید دور تکمیل کنه بعد از او اگر جو جواب هم نتاند مقامت ایجاد نمی کنه. در در چهارده روز قانون است که دو هفته باید تداوی شود. ولی مریض در روز دوام می گیره مثلا امرا با پی پی آی لنزو پرازول یا یک انتی اسید یا رینیتیدین یا که از جمله هستامین انژور انتاگونست هستی یک هم کچ میگیره ولی 14 روزی دوا را نمیخوره. این را روز میخوره. اندازه ما چند در 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 تداوی ما در روز از استعمال در غیر در از استعمال در 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 به یک نفر دوای ضد میکروب میتیم ولی خوب نمیشه پس میکروب در مقابلش مقاومت داره پس به این معنا که استعمال آنتی های شخص چه گرفته غیر مسلکی گرفته یا نادرست گرفته مقاومت میکروبی ارزش خاص خود را دارد و این مقاومت زمان ایجاد میشه خوب متوجه باشه مقاومت میکروبی ارزش خاص خود را دارد و این مقاومت زمان ایجاد می شود که یک دوای ضد میکروبی سبب حلاکت و توقف نمو نموی مایکرو نشود یعنی نه تاثیر باکتری سیدل داشته باشد و نه تاثیر باکتری استاتیک نه سبب حلاکت میکروب شود و نه هم سبب توقف تکسر نمو مایکرو یا میکروب شود چرا این مقاومت میکروبی ایجاد میشه؟ یک دلیلی داره که معمولا از سبب استعمال نادرستی انتیبیوتیک ها این حالت ایجاد میشه مری سی روز میگیره و دوا رو دکتر برش نوشته کرده در روز در سی روز کمی که خوب شد دوا رو قطع میگن میگه خوب است می دوا رو دیگه استفاده نمیکنه در حالی که مو اندازی دوا ده روز است مثال خوبش ایشپلوریس یک هفته دوا میکنه کم زره که احساس آرامش کرد دوا رو میکنه در حالی که ما قانون هر دواز که امو اندازه مکمل باید خورده شود یا برش 500 میلی گرام دوا دادی 500 میلی گرام دوا یا قیمت است یا پیدا نمیشه به هر دلیلی که است دوا را 250 میلی گرام میگیره پس اندازه را هم تغییر داد وقت هم تغییر میده از استعمال نادرست انتیبیوتیک های حالت ایجاد میشه پس مقاومت میکروبی ارزش خاص خود دارد و این مقاومت زمان ایجاد میشه که یک دوای ضد میکروبی سبب حلاقت و توقف میکروب نشه از چی پیدا میشه این حالت که معمولا از سبب استعمال نادرست آنتی این حالت ایجاد میشه که همین حالت که ایجاد میشه ما به نام چی گفتیم مقاومت میکروبی تطبیق آنتی بیوتیک به شکل وقایوی تدبیق آنتی بیوتیک به شکل وقایوی انتیبیوتیک در حالات زیل به شکل وقایوی استفاده می شود که قرار زیل می شود. که قرار زل می باشد. انتیبیوتیک ها به شکل وقایوی یا دوای ضد میکروب به شکل وقایوی. خوب سر یک مریض می فهمی اگر دوا برش نتیم یک مشکل برش پیدا میشه شود. یعنی اگر اصطلاح یا می کس می بهتر از مالجه است. پس تطبیق آنتیبیوتیک یا دوای ضد میکروبی یا انطانات به شکل وقایوی. در این قسمت خوب متوجه شوی. تطبیق آنتیبیوتیک به شکل چی وقایوی آنتیبیوتیک ها در حالات آنتی ها در حالات ز به شکل وقایوی استفاده قرار دهل وقایع انتانات استرپتوکوکس در سابقه امراض روماتیسم قلبی اگر یک نفر روماتیسم قلبی داشته باشه به شکل وقایوی چی استفاده میشه آنتیبیوتیک؟ بیوتیک وقایع انتانات استرپ... به خاطر ای... وقایع انتانات استرپتوکوکاس مثال ما داشتیم دیپلوکوکاس داشتیم استفیل و استرپتوکوکاس استافیلوکوکاس و, و بعد آخر دیپلوکوکاس سارسینا انتاناتی که اجدانه است شکل دودانه است شکل زنجیر شکل خوشه انگور و بالاخره که در اینجا به نام استرپتوکوکاس وقایع انتانات استرپتوکوکاس در سابقه امراض روماتیسم قلبی در مریضانی که دارای اعضای مصنوی دارد مثلا یک تعداد مریضانی که دارای اعضای مس... اعضای مصنوی دارد قبل از کشیدن دندان استفاده شد اعضای مصنوی به این معنا که مثلا نیجند یا آینک زانوش چی است مصنوی است یا در قسمت استنت یا عام مردم که میگه در قلبش میگه چی داره اسپرینگ برش مانده یا پیوند یک قسمت داشته باشد در این حالت ها قبل از کشیدن دندان به شکل وقایوی استفاده می کنیم در, وقا... در وقایی توبرکولوز هم می توانیم به شکل وقایوی به شکل وقایی قبل از عملیات جهاز ازمی یا ولادی قبل از عملیات های هضمی سیستم هزمی اگر عملیات شو به شکل وقایوی یک دوای میکروب می قبل از اینکه اگر عملیات ولادی مثلا سیزارین که طفل از قسمت بدن مادر نرمال اولادت نمیشه یا پوزیشن ایتو تغییر داشته باشه یا به هر دلیل دیگه که باشه که او ضرور نیست که به شما گفته شوه ولی قبل از عملیات ولادی یک آنتیبیوتیک بیوتیک قبل از عملیات هضمی یک انتیبیوتیک به شکل وقایی در وقایی توبرکلوز در مریضانی که دارای اعضای مصنوعی مثلا مفاصل مصنوعی داشته باشد یا قسمت پای شکسا باشد با یک میتودی که نواز به نام سینیل میتود سینیل که در مغز استخوان چی میمانه سیخ تیر میکنه یا استنت آم مردم که میگه در قلبش میگه عملی قلبی سرش آمده بود باز سپرینگ در قلبش ماند این تمامش ازای مصنوی است که قبل از اینکه یک شخص ازای مصنوی اعضای دارد قبل از کشیدن دندان به شکل وقایعی برش تطبیق میشه وقایع انتانات استرپتوکوکاس در سایه امراض در در سابقه امراض روماتیسم یک نفر برات میگه که ما قبلا امراض روماتیسم قلبی داشتم ولی حال خوب هستم میتونی به شکل وقایوی آنتیبیوتیک استفاده کنی پس آنتیبیوتیک ها با وجود تداوی به شکل وقایوی هم استفاده میشه دوام تداوی اکثر دواهای ضد میکروبی باید در میده خالی اکثرت دواهای ضد میکروبی باید در میدی خالی یعنی یک ساعت یا دو ساعت بعد از ا... یعنی یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا استفاده شود اگر خالی باشد اکثرت دواهای ضد میکروبی باید در میدی خالی یعنی یک ساعت قبل و یا مید... یا دو ساعت بعد از غذا استفاده شود آنتی بیوتیک های بیوتیک های باید جداگانه تطبیق شود چندین آنتیبیوتیک باید اگر تطبیق میشه جدا جدا تطبیق شود چون امکان دارد عوامل متقابل دوا را ایجاد کنه یا در عمومیات که گفتیم در عمومیات فارماکولوژی که یک دوا بالای دیگه دوا هم بعدی وقت تاثیر میکنه پس آنتیبیوتیک های ذرقی باید جداگانه تطبیق شود و از مخلوط نمودن آن در یک سرنج جلوگیری شود آنتیبیوتیک های ذرقی ازلی باید شکل عمیق تطبیق شود و در هر روز که پیشتر گفتیم سایه زرقی با چی شد تغییر داده شد و هر روز سایه تدبیق را تغییر بدهید یا تغییر بدهیم آنتی بیوتیک های زرقی ازلی اگر در ازاله تطبیق میشه اگر انتیبیوتیک یا دوای زده میکرو باید هر روز و موسایی تدبیق تغییر بتیم بیوتیک هایی که وریدی است باید بسیار آیسته تطبیق شد هر دوایی که مستقیما داخل دوران خون میشه او خطرش بسیار زیاد است العمل یا دفعتا تاثیر آن میکنه ولی خطرش هم به مو اندازه بیشتر است پس دوام تداوی اکثر دوای ضد میکروبی باید با میدی خالی یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد استفاده شود آنتی بیوتیک های زرقی باید جداگانه تطبیق شود در یک سرنج باید مخلوط نشود آنتی های زرقی از زرقی ازلی باید به شکل عمیق اگر شما دکلوفینه که خاطر درد که ما میتیم اگر درقی در در ازلی دلتوید یا شانه بدیم باید ناوی چل، زاوی 45 در سوزن داخل شو و زاوی 90 درجه داخل چی شو ازله شو در این جمعی که های زرق ازلی با شکل عمیق تطبیق شد و هر روز و هر روز تدبیق را تغییر بدهید یعنی به این معنی اگر در یک سایه تطبیق شود سبب تخریشیت میشه که ما در, در این قسمت اگر شما متوجه بودید در یک تلاین ما گفتیم که در این قسمت حوارز جانبی منرال ها گفتیم که تخریش ناهی زرق شده پس هر روز باید چی کنیم سایه تطبیق دوا را هم تغییر بتیم هر انتیبیوتیکی که هر دوایزن میکروبی که وریدی تطبیق میشه وریدی داخل دوران مستقیما داخل دوران خون میشه باید بسیار آیسته تطبیق شه دوام تداوی هم باید چی باشه تا آخرین هدایتی که یک دکتر میکنه مثلا در ایشپایلوری 14 روز برد گفته مجبور است یه هر دوایی که باشه را 14 روز استفاده کنی اگر قد کردی مقاومت میکروبی رو ایجاد میکنه اکثر دواهای ضد میکروبی باید در میدی چی گرفته شود در میدی خالی یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا آنتی زرقی زرخی باید جداگانه تطبیق شود اگر سه چهار آنتی بیوتیک باشه در یک سرنج مخلوط نشود به هر آنتی یک سرنج یا جداگانه داخل در تطبیق شود آنتی های زرخی از باید عمیقا در زرق شود و هر روز سایه تغییر بده تغییر بدهید هر آنتی بیوتیک که وریدی تطبیق میشه وریدی میشود یا هر آنتی بیوتیک که وریدی تطبیق میشه باید بسیار آهسته تطبیق شود تنها آنتی بیوتیک نه هر دوایی که باشد هر دوایی که مستقیما داخل دوران خون میشه خطر او بسیار زیاد است پس باید بسیار با احتیاط و بسیار آهسته تطبیق کنیم انشاءالله فصلی که ما شروع کردیم در اینجا ادوی ضد انتانات و شمی است سلال بعدی یا درس بعدی ما این شالا که از پنسلین شروع میکنیم از جمله دواهایی بود که بکتریوسیدیل تاثیر داشت سبب حلاکت میکروبا میشد یا میکرو ارگنزم. بعد از اون میکانیزم پینسلین هم میگیم موارز جانبی دواها رو میگیم پینسلینجی رو میگیم سایر اشکال پینسلینجی رو میگیم بنزاتین بنزان پنسلین و تاثیرات پنسلین اموکساسکلین هم ام پنسلین پنسلین های مقاوم و بالاخره تا ختم دواها که انشالله شروع درس ما از پنسلین خواهد بود